یک دنیا سلام و درود تقدیم تک تک شما عزیزان. آرمینه هستم و خیلی خوشحالم که بار دیگه از طریق برنامه چهار فصل در خدمت شما عزیزان هستم. من هم درود میگم خدمت شما عزیزان. سارا هستم. میدونید که در برنامه چهار فصل ما در مورد سلامتی و تغذیه، مد و تازه ها، چیزهای تازه و الهام بخش با شما صحبت میکنیم. با ما باشین، برمیگردیم. خب دوستان، به بخش سلامتی و تغذیه رسیدی و خیلی خوشحالیم که مونیکا هم در این قسمت به ما ملحق شدن. مونیکا جان خوش آمدی و میدونم که میخوای راجع به آب سرد امروز صحبت کنی. بله، سردمون شد. حالا قبل از برنامه گفتم امروز مونیکا میخواد در مورد آب بازی با ما صحبت کنه. آب بازی. دقیقاً. منم عرض سلامی دارم خدمت تمامی عزیزان و خوشحالم که همچنین در خدمت شما هستم. همونطور که اشاره کردید آرمینه و سارای عزیز، میخوام راجع به آب بازی یا اینکه بپردازم به یه مطلبی که برای من خیلی جالب بود خوندنش، دوست دارم با شما در میون بذارم. خواص و فواید دوش گرفتن با آب سرد چه چیزایی میتونه باشه؟ خب اصولا همینطور که در مقدمه ازش اشاره کردیم، اسمش هم حتی لحظه لرز رو لرز در ما ایجاد میکنه و جالبش اینه که برای اکثر ما بسیار ترسناکه. چرا؟ چون فکر میکنیم که ممکنه اگر با آب سرد دوش بگیریم ممکنه به دنبال اون سرماخوردگی یا اینکه تغییراتی در ضربان قلب ما مثل بالا رفتن یا پایین اومدن، افزایش و کاهش اون ایجاد بشه. اما جالبتر اینه که امروزه معتقدین و کارشناسان نظریه کاملا عکس این قضیه دارن و حتی با 7 دلیل محکم و قانع کننده سعی در این دارن که به اثبات برسونن نه تنها مضر نیست دوش آب سرد، بلکه بسیار هم مفیده. و منم سعی میکنم به طور خلاصه این 7 دلیل رو من باید ببرم توی سالن بچسبونم، چون که ما بعد از رنگ نمیتونیم مو رو با آب گرم بشوریم، رنگ میره. بعد مشتری ما همشون میگن نه آب گرم، نه آب سرد، آب سرد نه، آب گرم بشورین. من سرما میخورم، من سینوسام عود میکنه، من نمیدونم گردنم درد میگیره. این 7 دلیل من لازم دارم. حتما پس همراه من باشید. نه ولی جالبه شما گفتین که ترس هست. مثلا من خودم اصلا ترس از سرماخوردگی و این چیزا ندارم، ولی کلا دوست ندارم آب سرد مثلا رو خودم آب سرد استفاده بکنم. دوستم، ولی خب مثلا که بعد از امروز به بعد دیگه باید دوست بدارم. خیلی جالبه. حالا اولین نکته‌ای که راجبش صحبت شده و اشاره شده اینه که افزایش هوشیاری. خیلی جالبه. دوش آب سرد چجوری میتونه مؤثر باشه در افزایش هوشیاری؟ همونطور که سارای عزیز شما گفتید اون احساس لرز، جالبه که وقتی که ما زیر دوش آب سرد قرار میگیریم، شوکی ناگهانی به بدن وارد میشه و به دنبال اون تنفس عمیق صورت میگیره. خب وقتی که تنفس عمیق صورت میگیره، این جریان نه تنها ما رو گرم میکنه، بلکه در افزایش میزان اکسیژن بدن هم کمک بسزایی داره. بله. در نتیجه وقتی که اکسیژن بدن به حد اعلای خودش میرسه، ضربان قلب هم بالا میره و جالبتر این که میزان خونی که به بدن میرسه بیشتر میشه، که خود باعث نشاط، هوشیاری و حتی انرژی زیاد در بدن میشه. ولی ببخشید، شما گفتیم تنفسمون میره بالا، این اتفاق میفته درسته؟ تنفس عمیق. دقیقاً. پس چون شاک میشه بدن، یه نفس عمیق. خب کلا به خاطر برای هم اکسیژن شاید ریه هامون قبض مون بسته میشن. بعد و دومین عاملی که ازش اشاره شده بهتر شدن پوست و مو. خب این دیگه در حوزه تخصص شماست. بله. و جالب اینه که ما هرچند متخصص هم نباشیم، ولی همیشه فکر میکنم که این رو شنیدیم، آب گرم موجب پوسیدگی و خشکی پوست میشه. اما به عکس آب سرد موجب لطافت و بشاشی پوست میشه. و از سوی دیگه آب سرد باعث میشه که پوست درخشش پیدا کنه و در افزایش مقاومت سطح پوست و مو حتی خیلی مؤثره و پوست رو سفت میکنه در حقیقت. دقیقاً به این شکل عمل میکنه. و مورد سوم، تقویت سیستم ایمنی و گردش خون.
خب اینم خیلی جالبه. پس آب سرد میتونه سیستم خونرسانی به سایر اعضای مختلف بدن خیلی بهبود ببخشه و از این طریق میتونه با برخی از مشکلات قلبی، عروقی و حتی پوستی مبارزه کنه و جالبه که تا حدی هم فشار خون در این مرحله کاهش پیدا میکنه که خودش باعث میشه که از گرفتگی های عضلانی و به اصطلاح عروق قلبی هم تا حدی جلوگیری بشه. خب اینم خیلی چیز جالبی بود. خیلی. و اما مورد چهارم که عزیزان فکر میکنم برای اکثر خانوم ها خیلی جالب باشه، کمک در کاهش وزن. خیلی جالبه. میدونیم که ما اکثرا مخارج خیلی سنگینی رو شاید متقبل میشیم در اینکه کمک کنیم که وزن ما به وزن ایدئال برسه، حالا سوای اینکه برای سلامتی بسیار مفیده. اما اگر فکر کنیم که دوش آب سرد میتونه چقدر مؤثر باشه، من مطمئنم که همه ما در برنامه روزانه میتونیم اون رو جای بدیم. خانم ما دوش آب سرد یادتونه الان بلافاصله بعد از برنامه. خیلی جالبه، خوشحالم که شما هم براتون جالبه. جالب این که در بدن انسان خوبه که بدونیم دو نوع چربی وجود داره. چربی های سفید که بر اثر مصرف بالای کالری به وجود میاد و سوخت و ساز اون توسط انرژی واقعا خیلی سخته. و در عوض نقطه مقابل چربی های سفید چربی های تیره رنگ یا قهوه‌ای رنگیه که بسیار هم سارا جان مفیده برای بدن. چرا؟ چون این نه تنها باعث گرما شدن بدن میشه و فکرشو بکنید که وقتی که بدن زیر آب سرد قرار میگیره، همون شوکی که ازش اشاره کردیم به بدن میرسه و باعث میشه که این چربی های قهوه یا تیره رنگ تحریک بشن و به میزان زیادی پراکنده بشن که خود این میتونه در کاهش وزن بسیار مؤثر باشه. ای خداوند، واقعا آدم وقتی فکر میکنه خداوند این بدن ما رو چه سیستمی گذاشته. و نکته پنجم، کمک به بهبود دردها و گرفتگی های عضلانی. خب فکر میکنم که همه ما به یاد داریم یا حداقل راجب شنیدیم یا دیدیم که اکثر ورزشکاران بعد از به اتمام رسیدن مسابقات یا تمرینات ورزشی سعی میکنن دقایقی رو با آب سرد دوش بگیرن یا چنانچه اگر آسیبی یا اینکه گرفتگی عضلانی یا ماهیچه‌ای در بدن اونها به وجود اومده سعی میکنن با یخ ماساژ بدن. خب خیلی جالبه و بنابراین دوش آب سرد در باش شدن عضلات و ماهیچه هم میتونه بسیار مؤثر باشه. اونو من دوست ندارم، انگار زمانی که درد داری و میخوای گرم کنی اون موضوع. الان اخیراً که بعد میگم مثلا پا درد میکنه بذار تو آب یخ، فکرش هم میکنم تنم میلرزه. موقع درد بخوای از یخ استفاده کنی، ولی میدونم که ثابت شده خیلی مؤثره واقعا. ششمین عامل، کاهش افسردگی. بر اساس تحقیقات انجام شده دوش آب سرد به دلیل تأثیر مستقیم و شدیدی که بر گیرنده های پوستی در بدن داره که همونطور میتونیم کار اونها ارسال و انتقال پیام های عصبی به مغز، بسیار میتونه که در کاهش علائم افسردگی مثمر ثمر باشه و این روند باعث میشه که ترشح هورمون های ضد افسردگی به اوج خودش برسه. پس در نتیجه خیلی خوبه که ما سعی کنیم در استحمام روزانه حتی امکان سعی کنیم 2 الی 3 دقیقه با آب سرد دوش بگیریم. مرسی مونیکا جان، واقعا خیلی عالی بود. این چیزا ما دیگه حتما الان دوستان عزیزم یاد گرفتن که دوش آب سرد رو فراموش نکنن. خیلی خیلی متشکرم از شما. با ما باشید، برمیگردیم. در این قسمت طرف صحبتم خانمای نازنینه که صبح که از خواب پا میشین میگین که من وقت ندارم که بخوام 5 دقیقه به صورتم برسم، ولی میخوام یه فیلمی به شما نشون بدم دوستان عزیز که ببینید که در عرض 5 دقیقه شما میتونین صورتتون رو عوض بکنین، چهره شاداب و زیبا داشته باشین. میریم با هم این برنامه رو نگاه میکنیم، برمیگردیم. من به شما یه لوک 5 دقیقه‌ای، آرایش 5 دقیقه‌ای به شما نشون میدم که خیلی ایزی هست و پروداکت‌های خیلی کمی استفاده داریم.
این اسفنجا رو میام که استفاده کنم برای کرم پود. اینا نم باید باشه برای استفاده. فاندیشن رو من همیشه میزنم اینجا استفاده میکنم که زیادش روی صورتم نباشه و رو دستم بمونه. البته این اسفنجا انقدر خوب کار میکنن که بیشتریاشو خودش نگر میداره تو خودش. بعد این البته اسفنجم نشته باشین، میتونین با دستتون استفاده کنین. بعدش میرم به کنسیلر که زیر چشم رو روشن‌تر بکنه و بیدارتر نشون بده ما رو. اینم اگر که اسفنج نداشتین میتونین با دستتون استفاده کنین. میکشور کنین که فقط بلند باشه که نشینه، که معلوم بشه زیر چشمتون سفید هست. بعد اون برای ابرومون یه دونه پنسل استفاده میکنیم خیلی راحت. اگر که ابروتون درست هست که خدا رو شکر براتون، برای ما که مو نداریم این سکشن هایی که مو نداره رو من دارم برای خودم پر میکنم. خیلی خیلی لایت، خیلی روشن و ناتورال باید باشه خیلی. بعد با این براشش هم استفاده میکنیم که خیلی راحت کار رو بکنه برای ما. من بیشتر اینجا هم نداره سو همیشه کم اینجا رو پر میکنم. اینجا رو همینطور اینجا رو پر میکنیم، براش میکنیم، میکشور میکنیم که دوتاش مثل هم باشه. البته هیچ وقت که مثل هم نمیشن، ولی سعی خودمون رو میکنیم اینجا ها برای من باید پر بشه. اوکی؟ سو براشش که کردیم نترال میمونه. بعد این اگر که خواستین سایه بزنین به چشمتون، هر سایه که خواستین میتونین استفاده کنین برای پشت چشم. من روژم یا برانزرم رو میام که استفاده کنم برای روی پشت چشمم که یکم چشمم رو گرم بکنه. سو یکم رنگ ازش برداشتم و همینطور که چشمام باز هست این رنگ رو استفاده میکنم. زیر چشم هم میتونین استفاده کنین که گرم کنه چشماتون رو. بعد ریملمون رو میام که استفاده بکنیم که چشمامون رو بیشتر باز کنه و یکم رنگ بدیم به این چشممون، به این موهای قشنگی که داریم. بعضی همون ندارن باید بیشتر ریمل بزنن. جلوی چشم رو میزنیم، سعی میکنیم همه جا رو کاور کنیم. فرقش هم که میتونین قشنگ ببینیم. زیرش هم بزنیم، بیدار شدیم ما. بعدش اگه خواستین ماتیک میتونین بزنین. من یه ماتیک خیلی نچرال دارم اینجا که برای امروز میام که استفاده کنم. اگر هم که روژ ندارین میتونین ماتیکتون رو استفاده کنین برای ببخشید برای آره برای روژ گونه. بهتون یکم نشون میدم اکشولی، یکم اگه دوست دارین بزنین اینجا اگه روژ ندارین همون رنگ رو میتونین استفاده کنین اینجا. خیلی قشنگ در میاد، نه بروس احتیاج دارین نه هیچی. خب من یه برانزر دارم که روی چشمم استفاده کردم، اون رو میخوام بهتون نشون بدم که استفادهش میکنم برای گونه ها. برای ماتیک رو زدم اینجا ولی برانزر رو یکم پشت تر میام که بزنم. یکم به اون رنگ بده که انگار که مثلا تو آفتاب بودیم. بهتر از این که تو آفتاب باشین، این فقط رنگش رو بهتون میده. And that's it. لوک پنج دقیقه‌مو امیدوارم که خوب بود و یاد گرفته باشین. Bye.
خب دوستان با بخش تازه ها برگشتیم و میدونم که همه ما اکثر ما مسافرت رو دوست داریم، مخصوصا خودت. من بله به لطف خدا دوتا مسافرتی که داشتم اخیراً واقعا به همسرم میگفتم که ای کاش من اصلا جهانگرد میشدم. ولی میدونم که یه جاهایی از دنیا هم هست که بهتره نباید پا بذاریم، نباید بریم که دیگه تو خطر نیافتیم. و میدونم مونیکا جون راجع به اینجور جاها میخواد امروز صحبت کنه. پشیمون نکنیم ما را از سفر رفتن. والا آرمین جان در ادامه صحبت شما، قصد من امروز اتفاقا منصرف کردن افرادی است که اگر چنانچه تو برنامه‌های مسافرتیشون این شهر یا کشورها رو احیانا مد نظر دارن منصرف کنم با اجازه. و به دنبال صحبت‌های شما، خب همونطور که میدونیم مسافرت، چیزی که شما هم اشاره کردید، واقعا جالبه و خب فواید خیلی زیادی داره، چه از جهت اینکه برای رهایی از تنش‌ها و گرفتاری‌ها و مشکلات اصلا زندگی خوبه. واقعا اصلا و حتی خوبه. برای گذراندن اوقات فراغت میتونه چقدر مفید باشه. اما خب من میخوام شهرها و کشورهایی رو معرفی کنم که رفتن به این شهرها به علت خطراتی که در اونها وجود داره چندان هم توصیه نمیشه. خب اولین شهری که به اون اشاره شده سان پدرو سولا که در کشور هندوراس قرار داره. خب فکر میکنم که با این اسم آشنایی داریم یا حداقل راجبش شنیدیم. سالهاست که یکی از خشنترین شهرهای دنیا نام برده میشه و منابع خبری بسیاری بیشترین نرخ و آمار قتل و آدمکشی در جهان رو متعلق به این شهر میدونن. سارا جون نری شما. منم همچنین نمیم. زیرا در این شهر از هر 100,000 نفر 169 نفر اونا به قتل میرسن و این واقعا جای تأسف داره. و غیر از آدمکشی، قاچاق اسلحه هم یکی از رایج‌ترین و بزرگترین مشکلات این شهر محسوب میشه و حتی دیدن اسلحه‌های غیر مجاز در دست افراد اصلا هم چیز خیلی عجیبی نیست به قدری که جا افتاده. پس توصیه میشه که حتی امکان به این شهر مسافرت نشه. دومین اون کراچی که در پاکستان قرار داره. خب مدت هاست که میدونیم کشور پاکستان در ناامنی‌های بسیاری داره به سر میبره و در جای جای اون واقعا جنایت ها و تروریسم غوغا کرده. خب ترور، انفجار بمب‌های انتحاری و جنگ‌های داخلی اونقدر در این کشور شایع است که دیگر چندان به چشمم حتی نمیاد سارا جان. کراچی هم یکی از محل‌های آشوب به شمار میره در دنیا و رفتن به اونجا توصیه نمیشه. سومین شهر که برای خود منم واقعا خیلی جالب بود، همیشه در فکر این بودم که یه روزی دوست خواهم داشت که برم، آکاپولکو که در مکزیک قرار داره که میدونیم همچنان زیادم در غیر قابل دسترس نیست. اما جالبه که بدونیم مراکز تفریحی بسیار زیبایی در گذشته در این شهر وجود داشته که واقعا در امنیت به سر می برد و همونطور که به وضوح در تصویر هم میتونیم ببینیم، تصویر هم نشون میده و بیانگر اینه که روزهای بسیار خوب و خوشی رو در گذشته این شهر داشته. اما متاسفانه امروز همچنان در حالی که نسبت به گذشته یک مقدار امن‌تر شده، اما همچنان در اون هم قتل و غارت و خشونت‌های مربوط به مواد مخدر غوغا میکنه. و جالبش اینه که طبق آمارهای اخیر که از این شهر گرفته شده، از هر 100,000 نفر 1,422 نفر اون به قطر میرسن که به مراتب میبینیم از هندوراس هم که بیشتر شد، خیلی بیشتره، خیلی خطرناکتره. خب اینم حتی امکان سعی کنن که افراد اگر چنانچه مایل هستن که اونقدر جایی دیگه داره که بله. مورد چهارم گواتمالا سیتی که در گواتمالا قرار داره. خب میدونیم که از کشورهای آمریکای مرکزی است که در منطقه کارائیب وجود داره و گردشگری بسیار زیادی داره. توریست ها و جهانگرد ها خیلی تمایل دارن که به این قسمت به خاطر وجود آبشارها و مراکز دیدنی و تفریحی زیادی که داره مسافرت کنن. اما جالب و یا حتی دردناکش اینه که خشونت های مربوط به مواد مخدر در این شهر بسیار زیاده، نرخ قتل بسیار بالاست و جالب این که کوچکترین خلاف یا خطرات این شهر جیببری و ماشین دزدی است که در جای جای این شهر به وفور و وضوح دیده میشه. خیلی جالبه نه؟
و چقدر دردناکه. دردناکه بله. واقعا دردناکه. خب این هم توصیه نمیشه رفتن به اونجا و در نهایت آخرین شهر ریو دو ژانیرو که در کشور برزیله. خب آمار جرم و جنایت بسیار بالایی داره و بعضی از اونا حتی جالبه که بعضی شهرهایی در کشور برزیل وجود داره که خیلی خطرناکتر از ریو دو ژانیروه، اما چون این شهر خیلی معروفه، به اصطلاح جاهای دیدنی بسیار زیبایی داره، ما به اون اشاره میکنیم و با اینکه شهر نسبت به دهه گذشته باز سعی کرده که به یه ثباتی یا امتر بشه، اما هنوزم همچنان بسیار خطرناکه، مخصوصا بعد از تاریکی هوا بسیار خطرات، آدم کشی ها، قتل و غارت در اون دیده میشه. پس سعی کنید که اگر چنانچه به این شهر مسافرت میکنید از اقامتگاه های ساحلی استفاده. ریو دو ژانیرو هم خط زدیم نمیریم. خیلی ولی خب واقعا شما تپش قلب ما رو بالا بردین با این چیزا. قسم خوبه بدونید یه احیانا اگه من بلیت گواتمالا داشتم الان چی بود تکلیف؟ آخه دیگه هیچ جا دیگه نیست میخوام بری گواتمالا. خب حالا اگر خب دوستان عزیز این قسمت برنامه هم به پایان رسید. مرسی مونیکا جان که این بار هم دعوت ما رو قبول کردین و به برنامه اومدین. بسیار بسیار مفید بود. کلی اطلاعات دادین. بله بله مرسی. دوستان عزیز با ما باشید، برمیگردیم. دوستان عزیز در قسمت الهام بخش هستیم. همونطور که میدونید ما در این قسمت از خادمین امین خداوند استفاده میکنیم و به پیغامهای اونها گوش میکنیم. پس با هم باشید، امروز در خدمت کشیش فیروز عزیز هستیم، کلام خدا رو از ایشون بشنویم. با ما باشید. چرا هرچی سنگ مال پای لنگه؟ یا چرا هرچی بلا و بدی سر آدمهای خوب میاد؟ خدمت شما عرض کردم که این سوال از بنیاد غلطه. چرا؟ چون بر مبنای کلام خدا اصلا آدم خوبی وجود نداره. در رساله به رومیان خداوند میفرماید عادل نیست یکی هم نی. همه گناه کردند و همه از جلال خدا قاصر شدند، همه رویهای خود را از او برگردوندند. پس آدم خوب وجود نداره. پس از این به بعد به جای اینکه برگردیم بگیم چرا هرچی بلا سر آدمای خوب میاد، آدمای خوشقلب میاد، من نمیدونم، واقعا بعضی ها فکر میکنن که خوشقلبن، بعضی ها با این تفکرات خودشون رو راضی میکنن و میگن طرف آدم خوشقلبی هست. نه، اون چه که در دل انسان هست در زمان تنگنا بیرون میزنه و شاید بهتر از هر ملت دیگه ملت ایران این مسئله رو خوب میدونن یا این مثال رو خوب باهاش آشنان که وقتی برمیگردن میگن تا پا رو دم من نذاشتی من باهات کاری ندارم. در واقع خوشقلبی انسان تا زمانی که به حیطه او آسیب نرسونه، به حیطه او داخل نشه و منفعت او رو مورد خدشه قرار نده، همه آدم ها به نظر خوبند. همه انسان ها در دام گناه دچار مرگ روحانی شدن و هیچ کس نمیتونه بگه من کمتر از دیگران مرده و دیگری بیشتر از من مرده. تصور بکنید یه نفر در اقیانوس غرق بشه و دیگری در حوض خونه شون، هر دو به یک اندازه مرده محسوب میشن چون هر دو غرق شدند. در این دنیای غرق شده تا مفرق در گناه و تاریکی شما هرگز انتظار نیکویی از بطن انسانی رو نداشته باشید که در گناه غوطه بره، بلکه انتظار نیکویی و رحمت رو از روح خدا. برای همینه که کتاب مقدس جدن اعلام میکنه که مسیح تنها جواب و تنها راه حل و تنها پاسخ به حل مشکل جدایی انسان از خداست.
به به چقدر عالی سارا جون، چه انتخاب خوبی. آره خیلی واقعا کلام جالب و پر معنی و خیلی عمیق. این کلام خداوند، این قسمت واقعا از عمیق‌ترین قسمت هاست که همینطور که شنیدی ما همیشه توی این دنیا استاندارد این هستش که من خوب هستم، کارهای خوب میکنم، پس من دیگه خوب هستم، در صورتی که ما هیچ کدوممون خوب نیستیم. همینطور که کلام خدا میگه همه گناه کردن و از جلال خدا قاصرن. پس ما خودمون نمیتونیم با کارهای خوبمون فکر کنیم که خب پس دیگه من همه کار خوبو کردم و دیگه من خوب هستم و در حضور خدا خواهم بود. نه، ولی فقط ما از طریق عیسی مسیح، ایمان آوردن به عیسی مسیح هست که میتونیم اون استاندارد رو انجام بدیم و بتونیم به اون اتفاقا چیز که خودم این خواهد. هفته پیشم توی جلسه خانگی که داریم ما کلام خدا رو مطالعه میکنیم، یکی از بچه ها میگفت که ما اونجوری که باید کلام میگه امکان نداره بتونیم. یه مقدار نه اینکه ناراحت بود، ولی میخواست بگه که تظاهر نکنیم چون نمیتونیم. و میگفتیم که تظاهر هم نمیکنیم، امکان نداره که ما با هیچ کارمون بتونیم خداوند رو متعجب کنیم که به خدای ببین من چه کردم چه میکنم و مورد قبول واقع بشیم. خب دوستان عزیز، این قسمت هم برنامه ما به آخر رسید. امیدوارم که از این قسمت ها استفاده کرده باشید، براتون مفید بوده باشه و تا هفته آینده همه شما رو به دستان پرتوان خداوند میسپارم و به امید دیدارتون تا هفته آینده. خدا نگهدار.